خدا رو شکر، خوشحال هستم که این فرصت هست که ما بتونیم این مطالب مهم را در رابطه با اینکه عیسی مسیح کیست دنبال کنیم. حقیقتاً عیسی کیست؟ ما در ارتباط با پیشگویی هایی که در مورد عیسی مسیح انجام شده صحبت کردیم که بخش های مختلف زندگی عیسی مسیح در پیغام های نبوتی انبیای مختلف تورات که زندگی اونها و کلام اونها نوشته شده در اونجا ذکر شده که در رابطه با عیسی مسیح وعده دادند و نبوت کردند. در کنار اون ما کارهایی که عیسی مسیح انجام میده مد نظر داریم که از انجیل که منبع اصلی در ارتباط با عیسی مسیح به شناخت ما از عیسی مسیح اونجا میبینیم که عیسی چه معجزات عظیم و عجیبی انجام میداد و به این گونه به این سوال به طور عمیق‌تری میخواییم بپردازیم که واقعا عیسی کیست؟ با این معجزات، با این نوع تولدی که در ارتباط با او و نوع خدمات او پیشگویی شده، این عیسی کیست؟ امروز میخواییم ببینیم که عیسایی که داره بر قوای طبیعت قدرت خودش رو اعمال میکنه و نشون میده، بخشی دیگری از ویژگی خاص عیسی را مد نظر بیاریم و به اون بپردازیم. در انجیل متی باب 8 اونجا میبینیم که عیسی چگونه دریای متلاطم را آرام میکنه. میگه چون به کشتی سوار شدند شاگردان از عقب او آمدند. ناگاه استراب عظیمی در دریا پدید آمد به حدی که امواج کشتی را فرو می گرفت و او در خواب بود. عیسی مسیح از فرط خستگی، خدمات، رسیدگی به افراد، معجزات، شفاها خسته و وارد قایقی شده که با شاگردا به طرف دیگه دریای جلیل دارن میرن. اونجا میگه در کشتی خوابیده بود و دریا طوفانی شده. پس شاگردان پیش آمده او را بیدار کرده گفتند خداوند ما را دریاب، هلاک میشویم. به دیشان گفت ای کم ایمانان چرا ترسان هستید؟ آنگاه برخواسته بادها و دریا را نهیب کرد که آرامی کامل پدید آمد. اما آن اشخاص تعجب نموده گفتند این چگونه مردی است که بادها و دریا نیز از او اطاعت می کنند. عیسی مسیح خواب بود، او را بیدار کردند که ای استاد خداوندا داریم غرق میشیم، دریا طوفانیه. احتمالا اونها هرچه در توان داشتند تقلا کرده بودند که قایق را تحت کنترل بیارند، ولی دریای متلاطم داشت آب مدام به قایق میریخت و احتمال غرق شدن اونها زیاد بود و اونها از ترس و نگرانی نزد عیسی اومدند و او را بیدار کردند. و عیسی گفت چرا ترسانید؟ به دلیل اینکه بی ایمان هستید. میتونید با ایمان خود شما هم از آنچه که از من آموخته اید ایمانتون را به کار ببرید. اما میگه که وقتی او برخاست دریا را نهیب داد، بادها و دریا را نهیب داد. اول باد و بعد دریا، بادی که عامل طوفان ها بود آنها را نهیب داد و میگه آرامی کامل پدید آمد. عیسی مسیح قدرت بر طبیعت داره و بر طبیعت اعمال قدرت میکنه. برای شاگردا این سوال مطرح شد این چگونه مردیه که بادها و دریا هم از او اطاعت میکنند؟ و این سوال برای من تو هم هست، واقعا عیسی مسیح کیست که میتونه بادها را نهیب بده، دریا را نهیب بده و دریا آروم بشه؟ و اینجاست که وقتی ما میگیم عیسی پسر خداست، او را با یه انسان مقایسه نمی کنیم. او کسیه که از آسمان اومده و بر طبیعت قدرت داره و اعمال قدرت میکنه. و اینجاست که در این آیات ما ویژگی خاص عیسی مسیح را میبینیم. انجیل یوحنا یکی از انجیلهایی که وقتی در رابطه با عیسی مسیح می‌نویسه کاملا ویژگی خاص عیسی مسیح را مد نظر داره. در ارتباط با عیسی مسیح میگه که او اون لوگوس، کلمه خداست که جسم پوشید.
میان ما ساکن شد، پر از فیض و راستی و جلال او را دیدیم، جلالی که شایسته پسر خداست. یعنی میگه وقتی تمام کارهایی را که او انجام داد، معجزات، اعمال قدرت بر دریا و بر دیوها، مرده ها را زنده کردن، همه اینها داره نشون میده که او واقعا شایستگی اینو داره که ما ببینیم که او پسر خداست. و به این طریق یوحنا چند تا از معجزات عیسی مسیح، 7 معجزه خاص را انتخاب کرده و در انجیل خودش ذکر میکنه تا نشون بده که این معجزات داره اعلام میکنه که عیسی متفاوت تر از دیگر مردمه، او آسمانیه، او پسر خداست. و در کنار اون، در حالی که او رابطه خاصی بین عیسی و پدر آسمانی را در انجیل یوحنا میبینیم به تصویر میکشه، یوحنا داره نشون میده که یک رابطه خاصی بین عیسی و پدر بود و عیسی مسیح خداوند آسمانی را به عنوان پدر معرفی کرد. من اینجا مطلبی را به شما بگم. وقتی عیسی از بهشت صحبت میکنه، از آسمان، از خدا صحبت میکنه، از خانه ازلی خودش صحبت میکنه. او از جایی که اومده با صراحت و روشنی صحبت میکنه، خیلی واضح از اونا صحبت میکنه. حرفا و استدلالای عیسی مسیح یک چیزایی نیست که از کتابهایی خونده و کتابهایی برداشت کرده، بلکه از تجربه شخصی خودش داره صحبت میکنه. و به این طریق میگه وقتی او موعظه میکرد، خیلی ها تعجب میکردن که چه بیانات عالی و زیبا و فیضامیزی از دهان او بیرون میآید. یا بعضی ها میگفتن کسی مثل او صحبت نکرده. وقتی مخالفین او، فریسیان، گروهی را فرستادن که برن عیسی مسیح را دستگیر کرده او را بیارن برای محاکمه، وقتی اونا رفتن برگشتن عیسی را نیاورده بودن. فریسی‌ها، رهبران مذهبی قوم یهود از اونها سوال کردند که چرا عیسی را نیاوردید؟ اونها گفتند که کسی مانند او صحبت نکرده. تأثیر صحبت‌های عیسی مسیح بر اینها باعث شده بود که اینها ببینند که این حقیقت آسمانی در این مرد هست. او متفاوت‌تر از دیگرانه. کلام او کلام مبارکیه. در کلام او راستی، حقیقت وجود داره. و به این طریق وقتی به فرستادگان خودشون گفتن که کسی مانند او صحبت نکرده، اونها ناراضی و عصبانی گفتن که آیا شما هم شاگردان او شده اید؟ بله، افرادی که با صداقت به حرفای عیسی مسیح گوش میکنن، با قلب باز و پذیرا میبینن که حرفای او اثرگذاره، حرفای او روحانی، حرفای او آسمانیه، حرفای او بیماننده، حرفای او یک تبلیغات نیست. خیلی ها با دروغ و تبلیغ و وانمود کردن از معجزات صحبت میکنن، ولی هیچ معجزه‌ای وجود نداره. ولی زندگی عیسی مسیح سراسر معجزه است. او با معجزه متولد میشه، معجزات تمامی زندگی او را در بر گرفته، مردم شفا پیدا میکنند و با معجزه از آینده صحبت میکنه و میمیره و با معجزه قیام میکنه و با همون ویژگی های فوق طبیعی به آسمان میره و یک روزی با همون ویژگی های فوق طبیعی با جلال به این جهان بر میگرده و خواهد برگشت. این عیسی پر جلالیه. به یوحنا در انجیل خودش داره ویژگی های او را مینویسه، بررسی میکنه، اونها را به تصویر میکشه و میگه همه اینها نوشته شد تا شما ایمان بیاوری که عیسی مسیح پسر خداست، تا با ایمان به او حیات جاودانی پیدا کنی. و اینجاست که شاگردا با این حقیقت رو برو بودن که این عیسی کیست که بادها و دریا هم از او اطاعت میکنند. شما چه جوابی برای این دارید؟ او کیست؟ او کیست که دریای متلاطم به کلام او آروم میگیره، بادها آروم میشن؟ در جای دیگه ما میخونیم در انجیل متی باب 24 آیات 23، اونجا میبینیم که عیسی روی آب راه میره. میگه بیدرنگ عیسی شاگردان خود را اصرار نمود تا به کشتی سوار شده پیش از وی به کناره دیگر روانه شوند تا آن گروه را رخصت دهد. و چون مردم را روانه نمود، به خلوت برای عبادت بر فراز کوهی برآمد. و وقت شام در آنجا تنها بود
اما کشتی در آن وقت در میان دریا به سبب باد مخالف که میوزید به امواج گرفتار بود. این یک واقعه دیگریه که یک بار دیگه عیسی را ما در دریا میبینیم. و در پاس چهارم از شب عیسی بر دریا خرامیده به سوی ایشان شاگردان روانه گردید. عیسی مسیح شب در دل تاریکی داره روی آب راه میره. شاگردا با قایق در طوفان و دریا گرفتار شدند، اما عیسی با پای پیاده روی امواج دریا داره قدم میزنه. اما چون شاگردان او را بر دریا خرامان دیدند، مضطرب شده گفتند که خیالی است، گمانی است، شبهی به چشم اونها میاد. بس خوف فریاد برآوردند. اما عیسی ایشان را بی‌تأمل خطاب کرده گفت: خاطر جمع دارید، منم، ترسان مباشید. میتونید تصور کنید؟ عیسی مسیح داره رو آب راه میره، دریای متلاطم، و شاگردا در اون دریا در کش و قوس با موج‌ها هستند. هنوز به مقصد نرسیدند، خیلی زودتر از عیسی راه افتاده بودند که با قایق به سمت دیگه برند، اما عیسی کارها را انجام داده و بعد پای پیاده اومده و داره از اونا جلو میزنه که به سمت دیگه دریا بره. و اونا وقتی این وقایع را دیدند، عیسی را دیدند، فکر کردند خیالیه، گمانیه، تصوریه، و ترس اونا را برداشت. اما عیسی ایشان را بی تأمل خطاب کرده گفت: خاطر جمع دارید، منم، ترسان مباشید. پتروس در جواب گفت: خداوند، اگر تویی بفرما که من بر روی آب نزد تو بیایم. گفت: بیا. و در ساعت پتروس از کشتی بیرون شد، بر روی آب روانه شده تا نزد عیسی آید. لیکن چون باد را شدید دید، ترسان گشت و مشرف به غرق شده فریاد برآورده گفت: خداوند، مرا دریاب. عیسی بیدرنگ دست آورده او را بگرفت و گفت: ای کم ایمان، چرا شک آوردی؟ و چون به کشتی سوار شدند، باد ساکن گردید. پس اهل کشتی آمده او را پرستش کرده گفتند: فی الحقیقت تو پسر خدا هستی. واقعا در حقیقت ای عیسی تو پسر خدا هستی. شما میتونید تصور کنید جمع شاگردا برید به این دریای متلاطم. آنها چندین ماهیگیر حرفه‌ای که تجربه خیلی زیادی در دریا داشتند، الان طوفان، باد، قادر به هدایت و کنترل قایق نبودند، ولی عیسی را می‌بینند روی آب داره به راحتی، با آرامی، با تسلط کامل راه میره. وقتی پتروس میگه خداوند اگه تویی من بیام، میگه بیا، مشکلی نیست، و او را دعوت میکنه. وقتی پتروس چند قدمی روی آب راه رفت، به باد نگاه کرد، به طوفان، به امواج، به شرایط بعد که خیلی وقتا وقتی تلاطم هایی در زندگی ما پیش میاد، ما بیش از اندازه معطوف مشکلات و تلاطم ها میشیم به جای اینکه به عیسی توجه کنیم. پتروس هم به عیسی توجه نکرد، به تلاطم ها نگاه کرد و مشرف به غرق شدن بود و فریاد در آورد. اما عیسی دست او را گرفت و میگه وقتی به قایق داخل شدند، شاگردا او را پرستش کرده گفتند: در حقیقت تو پسر خدا هستی. حس و حال شاگردا را میتونید اونجا ببینید چیه؟ اونها دریای متلاطم را دیدند، عیسی را دیدند روی آب داره راه میره، الان اومده داخل قایق. اونها خیلی چندی ساعت زودتر از عیسی راه افتاده بودند. عیسی چگونه اومده؟ این عیسی کیه؟ این عیسی کیه که داره روی آب اینطوری راه میره؟ این عیسی چه کسیه؟ و کسی نیست جز پسر خدا، و او را پرستش کردند. میدونید کلام خدا میگه فقط خدا شایسته پرستشه. عیسی مسیح هرگز اونا را من نکرد که او را پرستش میکردند، بلکه او ادعا کرد که من و پدر یک هستیم و خدا را پدر خود خوانده، خود را برابر خدا اعلام میکرد. و این مسئله بود که برای یهودی های متعصب خیلی سخت بود، باور نمی کردند. و برای دنیای مذهبی و قایقا دنیای بیمان هم همین مشکل وجود داره، اینو باور نمی کنند.
کسی نمیتونه عیسی را پسر خدا اقرار کنه مگه اینکه در طوفان‌های زندگی در کنار عیسی باشه، مگه در طوفان‌های زندگی عیسی را تجربه کرده باشه، مگه اینکه در معجزاتی که او انجام میده در کنار او بوده یا به گونه ای میبینه که او چگونه در دنیا عمل میکنه، چگونه معجزات او نیازهای مردم رو برطرف میکنه. وقتی به این شناخت و به این آگاهی عمیق از عیسی پسر خدا میرسی، آن موقع است که تو هم فراتر از همه تفکرات مذهبی، سوالهای مذهبی، ادعاها، ایرادها، بهانه‌جویی‌ها از اینا دست برمیداری و قلبتو باز میکنی به روی عیسی مسیح. به اینجاست که این شاگردا، اینها یهودی‌هایی بودند که باور داشتند خدا واحده و هیچ کسی جز خدا شایسته پرستش نیست، اما حقیقت خداوندی عیسی مسیح و پسر خدا بودن او را داشتند روز به روز بیشتر تجربه می‌کردند و کارهایی را او انجام می‌داد که فوق از توان و قدرت بشری بود. این بود که زانوهای آنها را در مقابل عیسی مسیح خم می‌کرد، با آنها را به این اقرار هدایت می‌کرد که تو پسر خدا هستی، حقیقتاً تو پسر خدا هستی. و اینجاست که می‌بینیم که عیسی مسیح بادها و دریا را آروم می‌کنه، روی آب راه میره و به این طریق قدرت خودش رو بر طبیعت اعمال می‌کنه. یک بار برای همین مسئله درخت انجیری را حکم کرد و روز بعد میگه پتروس اون درخت رو دید خشک شده و به عیسی مسیح گفته ای خداوند، درختی را که تو، درخت انجیری را که تو نفرین کردی خشک شد. و عیسی مسیح گفت بله، اگه ایمان داشته باشید میتونید به این درخت بگویید کنده شده و در دریا کاشته بشه و به این کوه بگید جابجا بشه، میشه. و اینجاست که عیسی مسیح بر طبیعت اعمال قدرت میکرد، به کلام او درخت انجیر خشک شد. و میبینیم این کلام، کلام الهی و کلام خداوند است که از زبان عیسی مسیح جاری میشود. پس ما میبینیم که این عیسی فوق‌العاده است، بر مسائل طبیعی، بر قوای طبیعت مسلطه، بر باد مسلطه، بر طوفان مسلطه، بر آبها راه میره و درخت انجیر را خشک میکنه. کلام او کلام الهیه و کلامیه که در اون قدرت است و به همین کلام تو میتونی ایمان بیاری، قلبتو بسپاری، زندگیتو بسپاری و به عیسی اعتماد کنی. امیدوارم همه مطالبی که در این بخش با شما در میون گذاشته میشه و از شما دعوت میکنم که بخشای دیگرم که من در رابطه با اینکه عیسی کیست صحبت میکنم اونا رو هم بشنوید و بذارید همه اینها به شما کمک کنه، شما رو هدایت کنه، شما رو به اون آگاهی برسونه، شما رو به اون حس و حال و مودی برسونه که شاگردا داشتن، که دیدن او پسر خداست، او بی همتاست، او فراتر از انسانه. و زانهای اونها در حضور عیسی خم شد و همین گونه زانهای من و تو هم در حضور عیسی با آگاهی، با شناخت، با تشخیص اینکه او واقعا بیمانند بی همتاست، به این آگاهی و شناخت برسیم و تسلیم او بشیم و بدانیم که عیسی پسر خداست. ما در بخشی از رسالات پولس، به خصوص بخشی عبرانیان که بعضیا معتقدند که پولس اونها رو نوشته، در اونجا اشاره میکنه که عیسی برتر از انبیاست، عیسی برتر از کاهنان یهودیه، رئیس کهنه است، عیسی برتر از فرشتگان حتی، کسی مانند او نیست و او پسر خداست. و به این طریق کل کلام خدا و همه این وقایع باید ما را به این سمت و سو هدایت کنه که ما به این باور برسیم که عیسی پسر خداست و با ایمان به او ما به این حقیقت خداوندی برسیم و نجاتی را که برای ما مهیا کرده اون را به دست بیاریم. امیدوارم شما به این حقیقت آگاهتر و روشنتر به این برسی و خودتو کاملا تسلیم عیسی مسیح کنی، تنها کسی که شایسته است که برای او ما بتوانیم زندگی کنیم. خدا شما را برکت بده. ممنونم که به مطالبی که خدمت شما عرض میکنم توجه کردید. خدا برکتتون بده.